با سلامی گرم و صمیمی عزیزان به برنامه سوژه ها با آتوسا خوش اومدین. خیلی خیلی افتخار دارم و خوشحال هستم که امروز مهمان عزیزی همراه من هست که واقعا بهش افتخار میکنم، حامد نیکپی. سلام حامد جان. سلام از بنده است. خیلی ممنون که تو برنامه خودتون منو پذیرا بودین برای بار دوم سوم فکر میکنم بار چهارم. چهارم است. به هر صورت خیلی خوشحالم عزیزان. من الان خیلی هیجان زده هستم برای اینکه در شمال کالیفرنیا، اصولا در همه جا ولی در شمال کالیفرنیا به خصوص ما جایی که زندگی میکنیم، حامد نیکپی نام خیلی بزرگیه. و الان چند ساله حامد جان که من شاهد فعالیت های شما هستم؟ لطف دارین، نام بزرگ رو نمیدونم البته، ولی لطف دارین. الان 8 سال من اینجا و حدوداً 7 ساله که کار حرفه‌ای رو توی خارج از امریکا دارم اینجا انجام میدم و در خدمت شما و هموطنامون هستیم. من واقعا خوشحالم، هر چقدر بگم کم گفتم. من همیشه برنامه ها پر انرژی و شاد و ایناست. من الان در کنار دو تا هنرمند بزرگ شمال کالیفرنیا هستم. خب حامد جان که مهمان شو هستش و واقعا خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم که به برنامه سوژه ها با توسا آمدی و همچنین در استودیوی آقای مجید خستوان هستم که ایشون هم خودشون از کارهای، چون میگه از آدمای بزرگ هنر شمال کالیفرنیا، استودیو دارن، کارهای ضبط و موزیک انجام میدن، خودشون، پسرشون، خانمشون مریم، امیررضا. خلاصه امروز من احاطه شدم با هنرمندا به نوعهای مختلف. خب حامد جان، میخواستم در رابطه با کارهای جدیدت بدونم. آلبومای تو که همیشه خیلی خیلی عالی بوده، دوستان که حتما اونو تو یوتیوب یا کنسرت‌های بزرگی که تو پلاس آف فاین آرت همیشه میذاری در اینجا که پر میشه جای به اون بزرگی، یا در دبی در جاهای مختلف میذاری، دیگه واقعا نمیتونم تو رو معرفی کنم چون میترسم دوستان ناراحت بشن بگن که تو اصلا به چه اجازه حامد معرفی میکنی، حامد خودش از تو بیشتر همه میشناسنش که حقیقت داره. ولی میخواستم برای دوستاری از دوستان که یه مدتیه که از تو خبری نداشتن در تلویزیون ما بپرسم که چه خبر، چه کارهای جدید داری انجام میدی. لطف دارین شما همیشه به من. از آخرین آلبوم من که به نام اسپلبان یا دیوانه تر، الان نزدیک 2 سال میگذره، 2 سال خورده میگذره و این آلبوم آخر من به نام وصل تو آلبومی هستش که در ماه گذشته به بازار اومده از طریق کمپانی زنگ رکوردز و مثل کارهای قبلی من کار همون موسیقی تلفیقی و فیوژن میوزیک هست که یه کار تجربیه، کارهایی که همیشه این پروژه من بوده در این سالها و تمام آهنگا ساخته خودم هست و با موزیسین‌های ایرانی و غیر ایرانی که کار موزیک ملل انجام میدن این کار رو من ضبط کردم. البته ضبطش در لس آنجلس بوده در اونجا و پرودوسر این کار و ناظر ضبط در حقیقت و مدیر تولید آقای فرزین فرهادی که نوازنده برجسته ساکسیفون هستن و دوست خیلی عزیز و گرانقدر من. اشعار از حضرت حافظ، از سهراب سپهری هست و بیشتر توی این آلبوم از شعرهای حافظ استفاده کردم. در آلبوم قبلی از شعرهای زنده یاد عماد خراسانی که در اینجا هم استفاده کردم و رومی. حتی رومی در این آلبوم کمتره، در آلبوم قبلی بیشتر بود، ولی این کار بیشتر تمرکز روی حافظ و عماد خراسانی بوده. امیدوارم که خوشتون بیاد دیگه. حتما خوششون میاد و حتما نمونه رو میذاریم مثل همیشه. من یه چیزی که راجع به کارهای حامد عزیز دوست دارم اینه که شعرهای فوق‌العاده زیبای شاعرای معاصر و قبل، حتی مثلا عماد خراسانی که فکر کنم معاصر محسوب میشه، و حتی حافظ، رومی، اینا رو به طرز زیبایی درست کردی که اصولا من خودم زیاد موسیقی کلاسیکو اگه خیلی به طور یک نواخت اجرا کنن دوست ندارم، چون دوست دارم یه مقدار موزیک بالا پایین داشته باشه. و اینکه موسیقی شما اولین کسی بودی که من علاقه من شدم به موسیقی کلاسیک، به شعرهای کلاسیک ایرانی، برای اینکه حامد جان میدونه که چجوری تا ستار و گروهی که داره همه چی رو با هم، با حتی گیتار اسپانیش، همه چی با هم میشه در این رابطه، چون خیلی در این رابطه کارت خیلی خیلی اسپشیال و یونیک هست به اصطلاح و با همه فرق داره. لطفه. کار موسیقی تلفیقی خیلی ساله که انجام میشه، بیشتر در اروپا از جنوب فرانسه شروع شده و ترکای ترکیه و عرب هم خیلی تو موسیقیشون استفاده شده. در حقیقت فلسفه این کار است که حالا استاندارد کاملی نداره که تو این نیستش که همیشه بگیم که مثلا این فرمولش هست. هر چیزی که شما با موسیقی یک کشور دیگه یا سبکای حتی محلیشون یا حالا پاپشون یا جاز یا هر سبکی که دارن
وقتی که تلفیق بکنین اون موسیقی موسیقی غیر استانداردی میشه که برای از استاندارد غیر استاندارد از لحاظ موسیقی کلاسیک. و منم به تب چون دوست داشتم، معمولا از اینجا شروع میشد که وقتی جمینگ میکردیم و با موزیسین غیر ایرانی همیشه میشستیم و کار میکردیم، ساز میزدیم، این کار رو دوست داشتم. و چیزی که من بیشتر روش تجربه کردم آواز تلفیقی هستش. موسیقی تلفیقی سالهاست که در دنیا داره انجام میشه، حتی خود کشور اسپانیا و همیشه پیشرو بودن تو این کارا. و منم به تب چیزایی که به صدام نزدیکتر بود رو انتخاب کردم، بیشتر با تلفیقی با موسیقی فلامنکو شروع کردم. الان جاز هم وارد شده، ولی نه در آواز خوندن من، در موسیقی که با من همراه هستش. و همونجوری که عرض کردم یه کار تجربیه و امیدوارم که تجربه بعدی برای ما نباشه و مردم دوست داشته باشه. مسلماً کار حامد نیکبه مگه میشه کسی دوست نداشته باشه. خیلی شعرهایی که انتخاب میکنی همیشه شعرهای فوق العاده قشنگی هست، شعرهایی که مثلا ما در کتابای شعر خوندیم یا در کلاسای شعر میبینیم، مثل بن مایروخ، مولانا، مولوی رومی و شعرهای خیلی زیاد عماد خراسانی هم که واقعا زیباست. این شعرها رو خودت پیدا میکنی؟ چجوری از شعر سررشته داری حتما شعرهای قدیمی؟ همیشه از کودکی تو خانواده بودم که اهل ادب بودن، اهل سخن بودن، اهل هنر بودن. و شما ناخواسته وقتی در اون محیط قرار میگیری تأثیر میذاره. یعنی وقت گذاشته میشد در خانواده ما برای بچه‌های کم که سن و سال، و موسیقی خوب همیشه در موسیقی خوب از تعریف شده از طرف خانواده‌مون عرض میکنم. همیشه موسیقی خوب تو خونه ما بود، شعر بود، اشعار قشنگ و مادرم خیلی روی مسئله شعر، من یادم از کودکی همیشه شعر میخون برای من. به خیلی به دیوان به کلیات سعدی خیلی علاقه داشت، خیلی همیشه منو تشویق میکرد بشه. من ناخواسته وقتی بزرگ شدم یه علاقه به شعر داشتم و به طور بگم حالا شانسی یا حسی انتخاب شعرم بد نبود. من خودم به شخص اشعار، حتی از اشعار کلاسیک استفاده بکنم، علاقه دارم که تصویری باشه شعر، زیاد مفهومش جوری نباشه که شنونده بتونه به سختی بهش ارتباط برقرار کنه، یعنی بتونه بفهمه که چی داری میگی تا حدی. چون بلاخن... خیلی مسئله است که آدم بتونه بفهمه که واقعا منظور شاعر چی بوده. برای موسیقی کلاسیک ما یا غزل یا مثل حافظ اشعار مثل مولانا، خب قطعا برای خیلی از شنونده های خواننده های تحصیل کردم کار ساده ای نیست درک کامل اون و نیاز به تفسیر داره. ولی حالا نمیدونم از مون اشعاری که انتخاب کردم معمولا نمیدونم چرا عاشقانه عذاب در اومده. حالا شاید رویات خودم و حال هوای خودم، همیشه عاشق بیشه بودم و همیشه نه حالا صرفا عاشق موجود زمینی، همیشه دلم همیشه شور حالی داشته که خب حالا من هستی به این سم میرفته. عماد خراسانی هم اگر انتخاب کردم، ارادتی داشتم که سالهاست و از کتابخونه پدرم پیدا کردم دیوانشو و بعدها شناختمش و بعد بر اساس یه اتفاق در یه ملاقاتی ایشونو در سن فکر میکنم 90 سالگی من اگر اشتباه نکنم دیدمشون و متأسفانه چند وقت بعد فوت کرد. و این ارادت رو همیشه به زنده یاد عماد خراسانی دارم، سهراب سپهری. و الان خوبیش اینه که همه موزیسین ها هر کی به نوعی با تعریف خودش داره روی همه اشعار کار میکنه و خوشحالم که گنجینه اشعار ما اینقدر غنیه که هر چقدر هم توش سیر و سفر بکنی، سیر و سیاحت بکنی، تمومی نداره. دیگه چی عرض کنم خدمتتون؟ خب ببین، مثلا همه آدما، مثلا خود تو نسل جوان هستی، من از تو نسل بزرگتری هستم، همه ما نمیتونیم قشنگ همه اشعار رو بتونیم بفهمیم یاد بگیریم. و این خیلی مهمه که تو داری اشعار قدیمی ایرانی رو، فرهنگ ما رو به اصطلاح داری بین جوونا رواج میدی. برای اینکه خیلی از جوونا هستن که نسلای شما، نسلای ما، که فقط بیشتر موسیقی غربی رو دوست دارن یا آهنگای مثل تصنیف رو دوست دارن. و اینکه شما میای اشعار قدیمی و پرمعنی رو میای میخونی و یه طوری واضحی میخونی که میتونن معنیشو بفهمن و با موزیک فوق العاده قشنگ سنتی ایرانی که قاطیش میکنی با موزیک مدرن
و یک معجونی، حال تو اسمشو تلفیق میذاری، من نمیدونم اونو، یک کامبینیشن، یک دونه ترکیبی از موسیقی غربی و موسیقی اصل ایرانی و شعر پرمعنای مثلا عماد خراسانی، رومی، حافظ و اینا رو میدی. این کار خیلی خیلی یونیکیه که خیلی آشنا میشن باهاش. مثلا بن مایرو، خب من اولین بار از آهنگای تو یاد گرفتم. البته بن مایرو خیلی چرا معروفی بوده، ولی به هر حال لطف داری. من کاری که برداشتی که داشتم، آهنگ دیگه هم داری بین صحبتت که بگم که مال عماده، که امروز من تو یوتیوب دوباره شنیدم، مال کیه که خیلی قشنگ خوندی بدون آهنگ تو یوتیوب، که آها اون هم عاشق من سوس پیمان نیستم. آها من سوس پیمان، اونم از اشعار زندگیات عماد هستش. ببین فکر میکنم اون دوره، اون نسلی که من علاقمند شدم به موسیقی تلفیقی در ایران، دوره‌ای بوده. من در ایران این کار رو شروع کردم و هم تحصیل موسیقی کردم هم با بچه ها. دوره‌ای بودش که فضای موسیقی پاپ که ساپورت خودش رو از جانب مردم داشت، چه از جانب وزیر فرهنگ بگید، همه چی، بالاخره موسیقی پاپ اونجا ساپورت میشه. موسیقی سنتی هم جایگاه خوش تو این سالهای بعد از انقلاب داشته. یک نسلی در این 10-15 سال گذشته در ایران شروع کردن به این کار که میخواستن یک هوای تازه‌ای رو تجربه بکنن توی این کار. منم بر اثر آشنایی با اونها به این سمت تشویق شدم. هدفی که اینا داشتن این بودش که همین نسلی رو که شما میگین که شاید فرصت یا حوصله دقت بیشتری رو روی یا تأمل بیشتری روی اشعار کلاسیک یا سازهای سنتی نداشتن، رو به این ترتیب اینا رو دعوت میکنن به توانایی شعر ما یا توانایی موسیقی ما. خیلی از نوازندگان یا خواننده‌های سنتی با این کار مخالف بودن، چون میگفتن که آسیب پذیره، یعنی آسیب میزنه به کار، و خیلی هم ناشناخته بودن و باورش نمیکنن که زمان طول میکشه تا اون رو باور بکنن. من خودم به شخصه دیدم برخوردی رو که از جانب شنونده‌ها داشتم، که میگفتن که ما بعد از اینکه مثلا با کار شما آشنا شدیم علاقه بیشتری به موسیقی خودمون پیدا کردیم، من ستار میزنم یا کارهای دیگه رو انجام. هدف این بوده که کار تاثیر مثبت بذاره. حالا این میمونه که زمان چی رو نشون بده. و همونجوری که گفتم، هیچ وقت من اسپری این کار هنوز هیچ وقت دوست ندارم سبک بذارم. یه کار تجربیه که شما بتونی همیشه برگردی و مرورش کنی و به خطاات برسی، به کار خوب برسی. خب شما هم جا اسمشو سبک نذار، ولی من که الان سال هاست در شمال کالیفرنیا همه کنسرتاتو میام و میبینم، من اسمشو سبک میذارم. لطف ببخشید، برای اینکه واقعا اولا استایل خودتو داری، بعد خیلی واقعا حامد خیلی آدم فروتنی عزیزان، قدرم باش خیلی مصاحبه داشتیم، خیلی فروتنه، این اخلاق خیلی خوبیه. سعی میکنیم بالاخره اداش رو داریم، ولی واقعا سبک خیلی خوب داری به نظر من، که جالبه، یعنی آدم میمونه میشنوه تا آخر، هم شعر هم موزیک. و از اینکه موزیک تو همیشه بالا پایین میره من خوشم میاد، یعنی خوابم نمیگیره. من موقع میرم کنسرت ها with all due respect، با تمام احترامی که به همهشون دارم، واقعا همهشون خوبن، ولی من راستش بعد از یکی دو آهنگ یه مقدار خسته میشم، چون خودم خیلی آدم پر شروع شهری هستم، نمیتونم یه جو بشنود خست میشم. ولی برای وقت کنسرت تو ما میایم واقعا میشینیم و گوش میکنیم، به خاطر اینکه هم صداتو بالا پایین میبری، سبکای مختلف میخونی، همین که آلاتای موسیقی که استفاده میکنی همه خیلی جالبن، بالا پایین میرن، یه دفعه گیتار، بعد یه دفعه میبینی سنتور هم داشتن، یه دفعه میبینی که مثلا سازهای دیگه هم توش هست، ستار خودت. سنتور البته نداشتیم، ولی ستار ولی در هر صورت لطف دارین. هر به نظر من هر گلی بوی خودش داره و همه از اونجایی تا اونجایی که اگر هر بندی هر کاری زحمت بکشه برای تنظیمش و صدای بندش، به نظر من قابل احترامه و اون سلیقه است. یعنی خیلی ها ممکنه دوست داشته باشن دوست نداشته باشن، ولی چیزی رو که من میتونم، حالا پوز نه افتخار نه، ولی بهش بگم که خوشحالم از این قضیه، این هستش که بندی رو که من باشون کار میکنم بسیار نوازنده های بنام و توانایی هستن، و اتفاقی که تو کنسرت ما میفته موسیقی هست و شعاف نیست یا فقط سرگرم کردن نیست، و براش زحمت میکشن بچه ها. منم اون گوش موشه ها یه آوازی میخونیم و در پشت توانایی اونا خودمون رو قایم میکنیم، و همه همشن به اسم من تموم میشه آخرش، ولی همه کارمون هست. نه شما خود خیلی زحمت میکشی، شما موسیقی رو بلدی، شما درس هم میدی درسته؟ من فارغ‌التحصیل رشته آهنگسازی هستم از دانشگاه سوره تهران. اینجا هم در یکی دو سال اولی که مهاجرت کردم شروع کردم به درس دادن، یکی دو سال است که تدریسم کمتر شده،
و بیشتر مشغول کنسرتم، ولی از چند ماه گذشته دوباره شروع کردم و بچه‌هایی رو که قبلا باشون کار میکردیم رو دعوت کردم و الانم کلاس های تصنیف خوانی و صدا سازی تار و ستار رو دارم، ریتم شناسی و دف هم درس میدادیم، گرچه تخصص اصلیم همون تار و ستار است. تار و ستار سنتور نه؟ بله دیگه، همین کارا رو میکنین دیگه. خب حامد جان، در رابطه با فعالیت هایی که جدیدن داشتی، کنسرت ها، من مثلا نمیدونستم، شنیدم که تو دبی هم کنسرت داشتی. ما یه کنسرت داشتیم در برام جالب بود که تو هم دبی، نزدیک دو ماه پیش و اولین اجرای ما بود در دبی. بسیار کنسرت موفقی بود، کمپانی ترافیک میوزیک و تریپل ای اونا، البته این نه تریپل ای که اینجا هستش، اینجا وای تریپل ای داریم، اونها خیلی زحمت کشیدن، کنسرت بسیار مجلل، نمیدونم لغت خوبی یا نه براش، ولی خیلی ریخت و پاش کردن که من خودم تاثیر قرار گرفتم، سنگ تموم گذاشتم و برنامه خیلی خوبی بود. و حالا برنامه‌ای که داریم در فستیوال تیرگان امسال هست در تورنتو و هفته دیگه هم که در جاز کلاب سان فرانسیسکو به نام یوشیز اونجا یه اجرایی رو داریم، در دو سانس که ان شاءالله که تشریف بیارین. بله ما همین ساندی هست، 9 جون هستش. بله. یعنی همین سانده که بعد وقتی این شروع نشون بدن همین سانده خواهد بود که 9 جون هستش، که یکی هفته شب یکی 9. بله بله. و یوشیز جاز کلاب هم خیلی جاز کلاب یکی فکر میکنم بهترین جاز کلاب سان فرانسیسکو، یکی از مطرح ترین جاز کلابایی هستش که در سان فرانسیسکو. یعنی کلمه کلاب که میگن نمیخوام که قاطی بشه با اون کلابی که حالا موسیقی رو، یه جایی هستش که فوق العاده موزیسینای مطرح و برجسته‌ای توش بوده و به چند و فقط مال جاز بود. الان چند سالی هستش که ورلد میوزیک و موسیقی فیوژن جاز رو هم اینا راه دادن و طی مراحلی داره که بررسی میکنن موزیسین ها رو و اگه زیاد از سبک اونا دور نباشه و سابقه کاریش هم مورد تایید اونا باشه و اجازه میدن که اونجا اجازه داشته باشیم. ما شانس آوردیم. نه اونجا معمولا همیشه، من سالهاست اونجا رو میشستم، حتی اوکلندش هم رفتم معمولا. بله معمولا هنرمندای به نام رو میارن اینترنشنال، یعنی همه رو نمیارن، بعد یه ریکگنیشن داشته باشی و سبک تو همونطور که میگی بشناسن و اینا. رستورانش هم خیلی خوبه در زمین. بله آره. مثل اینکه یک در کنار اونجا یک رستوران هم که سوشی دارن و که میدونم همه ایرانی عاشق سوشی هم. بله. و حتما میان اونجا. بعد در مقایسه در بعد میشه لطفا بگی که کنسرت های دیگه کی خواهد بود؟ الان کنسرت کالیفرنیامون همین هست و ماه بعد همونطور که عرض کردم در تورنتو فستیوال تیرگان امسال در دو چپ من اجرا خواهم داشت، فکر کنم 20 و 21 جولای خواهد بود. اوکی اون وقت حامد جان، من شنیدم که آلبوم فوق العاده زیبا و جدیدی داری، میشه بگی که تموم شده تموم نشه چجوری، از کجا باید تهیه کنن؟ البته وبسایت تو بچه‌ها می‌نویسن زیر، ولی لطف می‌کنی. این آلبوم اسمش از وصل تو یا ریچینگ یو، آلبومی هستش که امسال ما دادیم بیرون و در الان در سایت cdbaby.com میتونن آلبومای منو تهیه کنن، هم mp3 دیجیتال و هم خود آلبوم رو. آیتونز هست، آمازون میوزیک هست، رپسودی هست و گوگل پلی هم، یعنی اونی کسی که از دیوایس موبایلشون میکنن، اونایی که آیفون دارن از آیتونز میگیرن، اونایی که اندروید سیستم هستن میتونن از گوگل پلی موزیک رو تهیه کنن. فروشگاه چون تازه هست، فروشگاه ایرانی هنوز پخش نکردیم، ولی در هفته آینده که ما سفری به لس آنجلس داریم اونجا خواهیم داد و به ایریا. امیدوارم که عزیزایی که دوست دارن موسیقی که باید زحمت کشیده میشه یا موسیقی چه میدونم ما رو ساپورت بکنن، انشالله که تهیه کنن، کپی نکنن تا اونجایی که میتونن و ما رو حمایت کنن. خب الان بریم توندی یک نوع از موزیکای زیباتو گوش بکنیم که این همه راجبش صحبت کردیم، برای کسایی که در جاهای دیگه امریکا هستن یا در کانادا هستن یا در اروپا هستن و خب میخواد که ببینن که کار جدیدت چی بوده، بریم اونو نگاه بکنیم و زود برگردیم و خدافظی با هم دیگه بکنیم. بسیار با ما باشید عزیزان که ویدیوی زیبای حامد نیکپی رو نگاه بکنید. بیگانه نواز. با سلامی مجدد عزیزان به برنامه سوژه ها با آتوسا. برای اون کسایی که تازه به ما پیوستن، با حامد نیکپی هستم، هنرمند خیلی خوب و مطرح شمال کالیفرنیا که دیگه همه شما فکر کنم در همه جای دنیا با کارش آشنایی دارید.
اگه یوتیوب برید میبینید که دیگه محشر کرده حامد نیکپی، خواننده و هنرمند و موسیقیدان و نوازنده، و دیگه هرچی بگه حالا حامد جان میگه که اینقدر تعریف نکن، اینقدر تعریف نکن. و خیلی آهنگ زیبایی بود. میشه راجبش توضیح کوتاهی بدیم؟ ما یک دقیقه و نیم وقت داریم که میخوام اینه دیگه از میوزیک ویدیوهای زیباتو نشون بدیم و از دوستان خدافظی کنیم. باشه، بسیارم عالی. بیگانه نواز از شعر از عماد خراسانی بود، از آلبوم وصل تو. آهنگساز و تنظیم کننده کار من بودم، در تنظیم بقیه کار هم آلفردو کاسرس و فرزین فردی کمک کردن. و دیگه هرچی بگین ما در خدمتون هست. خلاصه عزیزان، آلبوم جدید حامد جان وصل تو هستش، آمده بیرون، که فوق‌العاده زیبا هستش. و از کجا میتونن تهیه کنن برای یه بار دیگه که برای کسایی که تازه پیوستن؟ اون کسایی که از موبایل آیفون استفاده میکنن از آیتونز، اونایی که از اندروید استفاده میکنن از گوگل پلی، اونایی که از کامپیوتر میخوان استفاده بکنن سایت cdbaby.com یا amazon.com میتونن سیدی من تهیه کنن. اونایی هم که از مغازه ها باید بگیرن، که تا هفته دیگه ما در مغازه ایرانی سعی میکنیم که پخشش رو انجام بدیم انشالله. و وبسایتی که بتونن همه با شما تماس بگیرن، امیدوارم فکر کنم پایین برنامه بزنید، ولی facebook.com که هست /nikpayproductions. به به. در ضمن عزیزان، دوستداران حامد عزیز، این یک شنبه 9 جون در کلاب یوشی جاز کلاب که یکی از بهترین کلاب‌های سان فرانسیسکو هست، حامد جان ساعت 7 و ساعت 9 برنامه دارن. و از دوستان خواهش میکنم که سی دی ها رو کپی نکنن، هنرمندا رو ساپورت کنن که حداقل خرج سی دی زدنشون در بیاد. و من از تو خیلی متشکرم که وقت گذاشتی اومدید بر برنامه سوژه‌ها با توسا. از استودیوی توان آقای مجید خستوان متشکرم که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن، از تایم تیوی که برنامه من از اونجا پخش میشه در لس آنجلس، خانم سیمین، همه و بچه های اتاق فرمان متشکرم که همه دست به دست بودن که ما بتونیم سوژه ها با توسا رو در هفته داشته باشیم. پیامی برای دوستان نداری عزیزم؟ آرزوی سلامتی، خوشی و ممنون که من رو مجددا به برنامه تون دعوت کردین. امیدوارم که تو کنسرتون بتونیم بچه های شمال و کالیفرنیا رو ببینیم انشاءالله. و به امید دیدار آینده. روز روزگارتون خوش باشه. روز روزگار خوش. به امید دیدار. از همه تشکر. مرسی حامد جان، خیلی ممنون. مرسی. افتخار دادی. مرسی.